آیا بودجه سلامت آنطور که وزارت بهداشت میگوید نصف شده یا آنطور که سازمان برنامه و بودجه میگوید 10% افزایش یافته؟ در ادامه برنامه، احتمال فیلتر شدن اینستاگرام در ایران، وزیر ارتباطات درباره پیامدهای مسدود کردن این شبکه مجازی هشدار داد. به دنبال انتشار کلیپی از سخنان رهبر ایران درباره انتخابات 88، میرحسین موسوی پیشنهاد کرد که نوار کامل مذاکراتش منتشر شود. و نگاهی به اطلس پربار زبانهای افغانستان در کتابخانه ای در سوئیس. سلام، عصرتون بخیر. من رنا رحیم پور هستم. و من مجید افشار. بالاخره بعد از چند روز تایید و تکذیب رسما اعلام شد که وزیر بهداشت ایران استعفا کرده. هرچند سخنگوی دولت گفته که رئیس جمهوری هنوز استعفای حسن قاضی زاده هاشمی را نپذیرفته. گفته شده که اعتراض وزیر بهداشت به کاهش بودجه سلامت در سال 98 عامل اصلی این استعفا است. وزارت بهداشت میگوید که بودجه سازمان بیمه سلامت تقریبا نصف شده، اما سازمان برنامه و بودجه میگوید که کل بودجه وزارت بهداشت 10% افزایش یافته و بودجه بخش بیمه سلامت هم در دولت 11 و 12 دو تا سه برابر شده. کدام یک درست میگویند؟ آیا وزارت بهداشت مطابق آنچه بعضی میگویند زیاده خواهی میکند، یا اینکه دولت ترجیح داده بودجه بهداشت و سلامت را کمتر کند و بودجه بخش های دیگر را بیشتر؟ بیشتر به این موضوع میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از شهریار سیامی. اول باید من عرض کنم که جناب آقای دکتر هاشمی یکی از وزرای بسیار موفق و خوب ما بودند در و هستند. در بودن یا نبودن مسئله این است. مهمترین پروژه است که تو این دولت داره در مرکز این استان، یعنی در یاسوج داره افتتاح میشه. و وزیری که روزها صندلیش در هیئت دولت خالی است، حالا تایید شده که استعفا کرده. حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت دولت روحانی یکی از تاثیرگذارترین وزیرها بود، چه به علت دفاعی که از دولت کرد و حتی گفت خودتان رأی دادید و باید شرایط را قبول کنید، و چه به خاطر اجرای طرح تحول سلامت یا بیمه همگانی که 9 میلیون نفر در ایران را صاحب دفترچه بیمه کرد. حالا از آنچه که کمبود بودجه سازمان بیمه سلامت و بخش‌های دیگر وزارت بهداشت است گلایه دارد. مشکلی که بود و تصمیم ما جدی کرد برای عدم ادامه همکاری با اون این بود که پاداش بازنشستگان چقدر ما دویدیم دنبالش. رفته بودیم گچساران، یا رو اومده بود میگو آقا من دخترم شوهر دادم دنبال جهازم نتونستم. جوابش را هم البته رئیس سازمان برنامه بودجه اینگونه داد: بنده هم میتوانم در جمع بازنشستگان شرکت بکنم، بگم که پول به شما داده نشده، واقعا هم اگه الان بدن اون کار نمیتونه به اندازه گذشته باشه، دستمالی هم از جیبم در بیارم، گوشه چشم اشک منم پاک بکنم. اینا که مشکل بازنشستگان رو حل نمیکنه. طرح تحول سلامت بخش بزرگی از جامعه ایران را زیر پوشش بیمه برده و هزینه های درمان را به طور چشمگیری کاهش داده. این طرح را می توان با بیمه های همگانی کشورهای توسعه یافته مقایسه کرد، به طوری که حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم تحلیفش از آن به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای دولتش یاد کرد. همه ایرانیان تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند. از سوی دیگر پس از اجرای طرح سلامت، این طرح با تمام مزایاش منتقدان زیادی دارد. وقتی پول وجود نداره چرا سفره رو پهن کردی اینجوری به اصطلاح هزینه درست کردی؟ طرحی که جیب بیمه تامین اجتماعی رو خالی کرده. بیمه تامین اجتماعی همین حالا هم برای تامین صندوق بازنشستگان مشکل دارد و سایر صندوق‌های بازنشستگی هم تقریبا ورشکسته و به کابوس بزرگ دولت تبدیل شدند. حالا بار بزرگ دیگری بر دوش دولت نهاده شده که آن هم نتیجه بلندپروازی در طرح بیمه سلامت است. هرچند این طرح درمان ارزان برای خیلی ها ایجاد کرده. مشکلاتی رو که باید از طریق اصلاح عمل بکنیم گردن دیگری بندازیم. یه مدتی همواره وزارت
تعاون کار و رفاه اجتماعی، دکتر ربیعی عزیز زحمتکش مورد خطاب، اصلا اون سازمان بیمه سلامت هم میدونید که کنده شد، برده شد به وزارت بهداشت درمان. خب اگه میخواد سازمانو برام اونجا هم بکنیم ببریم اونجا بذاریم، ما هم مستعفی بشیم، اینا که مشکل کشور رو حل میکنه. وقتی آقای روحانی دومین کابینه دولتش رو تشکیل میداد، آقای هاشمی تهدید به استعفا کرد تا اینکه حرفش رو به کرسی نشاند. دولت فقط بهداشت درمان رو نداره، همه کشور رو باید اداره کنه. در این حال ما راضی هستیم. امسال اما معلوم نیست این ترفند قدیمی کارگر خواهد افتاد یا اینکه وزیر باید خداحافظی کند. خودش اما میگوید میراثی گذاشته که از دست رفتنی نیست. من خوشحالم الحمدلله، این مسیر بی بازگشته، ما رو متهم میکنن، ولی خدا رو شکر میکنم که یه دی که دفترچه نداشتن الان دفترچه دستشونه، مراجعه میکنم مرکز درمانی. حالا اگر وزیر برنگردد معلوم نیست وزیر بعدی این راه را ادامه میدهد یا نه. شهریار سیامی، بی بی سی. آرش آزرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ایران از ازمیر ترکیه با ماست و مهداد سیدعسکری، روزنامه‌نگار اقتصادی از اسلو در ژنو. آقای آزرمی با شما شروع می‌کنیم. گفته‌های متضادی از در رابطه با بودجه بخش بهداشت می‌شنویم. عده‌ای میگن که بودجه افزایش داشته، 10% بیشتر شده نسبت به سال‌های گذشته. عده‌ای میگن نه، عملاً نصف شده. کدام یک از این روایات صحیحه؟ خب واقعیتش این هست که ما به طور کلی اگر به بودجه 98 نگاه بکنیم، هرچند که در مجموع بودجه عمومی دولت 8% رشد داشته، اما با توجه به تورم بین 25-30% که پیش بینی میشه برای سال 97، عملا این بودجه یک بودجه کاملا انقباضی است. و مثلا وزارت بهداشت هم که ادعا میشه توسط سازمان برنامه بودجه 10% رشد بودجه داشته، با توجه به تورم عملا قدرت در واقع مداخلش در بازار بهداشت و سلامت ایران کمتر شده. این تقابل‌ها و این در واقع اختلاف نظرها بیشتر بر روی این هست که بعضی از در واقع ردیف‌های بودجه شفافیت لازم رو ندارند و تفسیرهای متفاوتی هم اعضای کمیسیون بهداشت مجلس من امروز دیدم راجع به ارقام و اعداد داشتن، به خصوص راجع به بیماری‌های صعب العلاج و بودجه اون، که اون هم موضوع مهم دیگری بوده. و به نظر میاد با توجه به مشکلاتی که در شفافیت بودجه وجود داره، هر دو دارن برداشت‌های خودشون رو انجام میدن. اما چیزی که آمار رسمی نشون میده این هست که از سال 91 تا به حال بودجه سلامت کشور تقریبا 4 برابر شده و در سال 98 به حدود 76 هزار میلیارد تومان رسید. آقای سیدعسکری، علی نوبخت حقیقی نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت، وزارت بهداشت رو مقصر دونسته و انتقاد رو متوجه خود آقای قاضی‌زاده هاشمی کرده، گفته وزارت بهداشت در نوع خرج کردنش قانون رو زیر پا گذاشته و این قهر کردن و استعفای وزیر بهداشت عملا فرار به جلوه. انتقاد اونها چیه به وزارت بهداشت؟ انتقادی که این آقایون میکنن این هستش که در 5 سال گذشته آقای قاضی‌زاده هاشمی با زیرمجموعه ایشون عملا هیچ گزارش شفاف و روشنی از عملکرد آنچه که در این سالها گذشته نداده است. همچنین علاوه بر منابع موجه، مصارف بودجه هم مشخصا ریز نشده و کسی دقیقا نمیدونه که چه اتفاقی افتاده. این امر باعث این شده که نه فقط بیماران به واسطه اینکه مشکلات بودجه زمین گیر بشن، بلکه بیمارستان هایی که عقد قرارداد دارن با بیمه هم دچار مشکل بشن. از اون ور بخش صنعت و در بخش درمان کشور، یعنی بخش داروخانه ها هم دچار مشکلات جدی بشن. همچنین این طرح چون به خاطر اینکه منابع بودجه بسیار ناشفاف و نامفهم بود، سیستم بانکی کشور رو هم که دارنده اصلی بخش دیگه از سیستم بیمه های کشور را هست، دچار اختلال کرد و در نتیجه سخنان منتقدان قرینه به صحت. آقای آزرمی، فکر می‌کنین علت این ابهام و مشخص نبودن نحوه هزینه کردن بودجه چیه؟ ببینید، راجع به بودجه بخش سلامت خب بحث‌های زیادی مطرح شده در سالیان اخیر، به خصوص طرح تحول سلامت. در گزارش شما هم بود این طرح از همون ابتدا در واقع در اجرا با برنامه کاملا افتراق پیدا کرد و متفاوت شد، مانند خیلی از حوزه‌های دیگه در اقتصاد ایران که در روی کاغذ چیزی نوشته میشه، در اجرا چیز دیگری اجرا میشه. متولی مشخص نبود، حدود 2 سال دعوا بود بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت که باید این سازمان بیمه سلامت در کدوم یکی از این وزارتخونه ها قرار بگیره. تمام این مسائل باعث شد که در کنار روش بودجه نویسی قدیمی ایران که
در واقع بودجه عملیاتی رو مد نظر قرار نمیده و مشخص نیست که مصارف به چه سمتی میرن، باعث شد که در واقع مشخص نباشه که واقعا چه میزان هزینه شده برای این طرح و چه میزان دستاورد داشته. من نگاه میکردم یه شاخص بین المللی هست به نام پرداخت از جیب که اون رو به عنوان یه شاخص در واقع پیشرفتگی سیستم بهداشتی کشور میدونن. الان در کشورهای پیشرفته دنیا این 13% هست، یعنی بیمار 13% از هزینه دریافت هزینه درمان خودش رو از جیب میپردازه، اما در ایران این حدود 60% بوده. در برنامه 6 و 5 توسعه دیده شده بود که این به 30% برسه، با اجرای طرح تحول ظاهرا به 45% رسیده پرداخت، اما با کسری که این طرح آورده در این یکی دو سال اخیر و عدم پرداخت به بیمه ها و عدم پرداخت به بیمارستان ها، دوباره سهم مردم از پرداخت هزینه های درمانی ظاهرا به همون حدود 60% برگشت. آقای سید عسکری، اعتراضی که آقای قاضی‌زاده هاشمی داره با واقعیت‌هایی که عده‌ای از کارشناسان میگن به نوعی همخوانی نداره. همونطور که آقای آذرمی اشاره کردن، طرح تحول سلامت فشار عظیمی به شرکت‌های بیمه وارد کرده، منجر شده که هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در عرض 3 سال بیش از 150% افزایش پیدا بکنه. این اعتراض آقای هاشمی عملا ممکنه به جایی برسه؟ اصلا پولی هست که بشه تأمین کرد و ادامه داد طرح تحول سلامت رو؟ به واقع خیر، تقریبا نزدیک به 1 سال هست که عملا این طرح به گل نشسته و آرام آرام و خورده خورده از سر و ته این طرح زدن، آنچنان که عملا شما بخواهید خدماتی رو بخواهید بگید مشمول آنچنان قوانین پیچیده و پیشرفته ای خواهید شد که خودتون هم عملا از گرفتن این تسهیلات پشیمون میشید. و آن چیزی که آقای قاضی‌زاده هاشمی در این عمل حرکت کرده این هستش که بتونه سهم خودش رو از بودجه واقعی و نه از بودجه‌ای که بر روی کاغذ هست بیشتر بکنه، تا بتونه آرام آرام و نرمک نرمک بتونه این طرح رو به سلامت برسونه. من فکر نمی‌کنم که اجرای این طرح عملاً بتونه افق خیلی خاصی رو از جهت مثبت خودش نشون بده و این طرح عملاً شکست بخوره. آقای آذرمی، بزرگتر نگاه بکنیم به اعتراضاتی که در هفته‌های گذشته به بودجه شده. عده‌ای از نمایندگان اصفهان اعتراض کردند به عدم پرداخت هزینه احیای رودخانه زاینده رود، اعتراضات کارگری، الان استعفای وزیر بهداشت. این تصور ایجاد میشه که هنوز عده‌ای واقعا درک نکردن که اقتصاد ایران در بحران به شدت تحت فشار تحریم هاست. از کجا قرار این دخل و خرج با هم بخونه؟ ببینید، عمده این رو من به 2 دلیل میدونم. یکی ناکارایی سیاست‌گذاری حکمرانی اقتصادی در ایران بوده، یعنی مردم وقتی که میبینن در حوزه‌های مختلف پول‌های کلانی مصرف میشه اما به نتیجه‌ای نمیرسه، بنابراین اونها هم در واقع بخش‌های مختلف، صنف‌های مختلف طلب می‌کنند. و موضوع دوم فساد گسترده‌ای هست که در سیستم وجود داره. ما هر روز داریم اخبار مختلفی رو می‌شنویم از فسادها در واقع بخش‌های مختلف. این هم مردم رو به این سمت می‌بره که خب اگر ما این پول‌ها رو نگیریم، این پول‌ها جایی خرج خواهد شد که در واقع مورد نظر ما نیست. یعنی اون افتراقی که بین حاکمیت و مردم افتاده از نظر در واقع سلیقه ها و از نظر سیاست ها و از نظر جایی که دوست دارن پولشون خرج بشه. این 2 عامل به نظر من اصلی ترین عواملی هست که باعث میشه که مردم در واقع چندان اعتماد نداشته باشن که این کاهش بودجه واقعی است و برای همه بخش هاست و فقط شامل اونها نمیشه. آقای سید عسکری، نماینده زاهدان امروز در مجلس گفته که بودجه 50 بیماری خاص نسبت به سال 96 که 300 میلیارد تومان بوده، در سال 98 نصف شده 150 میلیارد. همون نماینده گفته که تعرفه بیماران پیوند کلیه، کبد، مغز استخوان و پانکراس که تحت پوشش بیمه بودند عملاً قطع خواهد شد. من میخوام بدونم کسانی که درگیر چنین بیماری هایی هستند در سال آینده آیا میتونن امیدوار باشن که هزینه بیماریشون رو بدن، یا از دید شما بودجه فعلی به شکلی که بسته شده عملا اونها رو به بنبست میرسونه؟ من معتقد هستم که نه بنبست کامل، اما شرایط اگر بخواهد اتفاق خاصی در عرصه اقتصاد و سیاست ایران اتفاق نیفته به اون سمت در حال حرکت هستیم. اما اینکه این امر بخواهد چه شیبی داشته باشه رو آینده مشخص میکنه. اما آن چیزی که واقعا ما داریم میبینیم این هست که فضا هر روز پیچیده تر و پیچیده تر و بسته تر و بسته تر میشه. آقای آذرمی، فکر میکنید که اعتراض آقای هاشمی به نتیجه خواهد رسید یا اینکه در آینده آقای روحانی مجبور میشه که وزیر جدیدی برای بخش بهداشت انتخاب کنه؟
ظاهراً اخباری که امروز منتشر شده، حتی در واقع اخبار غیر رسمی که در بعضی سایت‌ها بود، این بود که حتی پیشنهاد شده به برادر آقای نوبخت که در کمیسیون بهداشت مجلس هستن که به عنوان سرپرست وزارتخانه شروع به کار بکنن، که ایشون نپذیرفته اینجور که گفته شده. بنابراین به نظر میاد با توجه به مسائلی که و مشکلات اساسی که حوزه بهداشت و درمان داره، این استعفای واقعی است و احتمال برگشت آقای هاشمی کم خواهد. آقای سید عسکری، هیچ امیدی میشه داشت که بودجه بخش بهداشت بیشتر از اون چیزی بشه که الان در نظر گرفته شده؟ شاید اندکی در پس پرده و در گفتگو میان لابی ها اندکی بیشتر بشه، بعد علل خصوص در زیر مجموعه های خاص، ولی من خیلی امیدی به بهبود ندارم. متشکر از هر دوی شما، آقای آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی ایران و مهداد سید عسکری روزنامه‌نگار اقتصادی با من. پس دقیقه رو با چند خبر کوتاه از ایران دنبال می‌کنیم. تجمع اعتراضی کشاورزان خراسان در پل خواجوی اصفهان به درگیری با پلیس ضد شورش منجر شد. معترضان میگویند که سهمشان را از آب کشاورزی دریافت نکردند. کشاورزان قصد داشتند از پل خاجو به سوی استانداری اصفهان حرکت کنند که پلیس ضد شورش مانع آنها شد. گروهی از نمایندگان استان اصفهان در مجلس هم اخیراً به حذف اعتبار طرح‌های آبی استان از بودجه اعتراض کرده بودند. رئیس اداره محیط زیست تهران میگوید که منشأ بوی نامطبوع در مرکز پایتخت مشخص نیست و سازمان محیط زیست و آتش‌نشانی به دنبال آن می‌گردند، در حالی که یک مشاور در شهرداری تهران از احتمال ترکیدن لوله فاضلاب در نزدیکی میدان انقلاب خبر داده بود. مدیر روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران اما این احتمال را رد کرده. قرار است ستاد مدیریت بحران برای تشخیص منشأ این بو امشب تشکیل جلسه دهد. شماری از تهرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که بویی شبیه بوی گوگرد در سطح شهر به مشام میرسد. حراست دانشگاه تهران سه‌شنبه 11 دی اجازه نداد محمد رضا شفیعی کتکنی، استاد شناخته شده ادبیات فارسی که کارت پرسونلی‌اش را به همراه نداشت، وارد محوطه دانشگاه شود. ممانعت از ورود آقای کتکنی در حالی صورت گرفت که دانشجویان منتظر حضور او در کلاس بودند. در نهایت این کلاس به دلیل عدم حضور استاد تشکیل نشد. خبرگزاری‌های داخلی در ایران به نقل از دانشجویان نوشتند که به سبب تجمع ده دی مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به واژگونی سرویس دانشجویان دانشگاه آزاد، حراست تصمیم گرفته بود هیچ کس را بدون کارت راه ندهد. بانک مرکزی ایران یک چک پول جدید 50,000 تومانی منتشر کرده که بعضی ناظران آن را اولین قدم عملی در جهت حذف 4-0 از پول ملی این کشور دانستند. عدد 50 در سمت بالای این چک پول به یک رنگ و 4-0 مقابلش به رنگی متفاوت است و در قسمت پایین آن هم فقط عدد 50 دیده می شود. معاون فضای مجازی دادستانی ایران میگوید احتمال فیلتر کردن اینستاگرام به قوت خود باقی است. همزمان صحبت‌های وزیر ارتباطات ایران منتشر شده که به نظر می‌رسد با فیلتر شدن اینستاگرام موافق نیست. آیا اینستاگرام که برای میلیون‌ها جوان ایرانی پنجره‌ای به دنیای بیرون است فیلتر خواهد شد؟ مرزاد کهن روز گذاشت. ایران خود را در جنگی نابرابر با اینستاگرام می‌بیند. حکومتی که 14 انحصارش را بر صدا و سیما و مطبوعات اعمال کرده جلوی اینستاگرام کم آورد. در ایران 80 میلیونی 24 میلیون یعنی 30% مردم از اینستاگرام استفاده می کنند. فعالیت ها در این اپ شکل ایرانی که مقام ها دنبال آن هستند نیست. بهترین مصداق از آن چه که در مورد ایران جمهوری اسلامی می گویند تن جامعه از سر آن جلوتر است. شما الان صفحه اینستاگرام دارید؟ نه الحمدلله ندارید. شما اینستاگرام رو گوشی داشته باشی نمیتونی گناه نکنی. یعنی یه نرم افزاری ساختن بازش کنی میبینی. میبینی اصلا شما نمیخواد کاری بکنی میبینی اینو ببین اینو ببین. اولش میگم ولی بعد یواش یواش میبینی عادی شد. خب بعد عادی شد یواش یواش میخواد مثل اونها باشی. شما مثل اونها نباشی دیده نمیشی. باید دیده بشی. اونجا محور دیده شدنه. یعنی آقای دکتر هیچ کس نیست که در اینستاگرام باشه و بتونه با کنترل خودش با اتفاقاتی که از حاشیه اینستاگرام شرایط رو یه جوری بچینه که بهره اطلاعاتی ببره ازش، اطلاعات درست بگه. یعنی عموما هر کی وارد اینستاگرام میشه
این بار منفی میگیره. خیلی بدبینانه است. ولی مثلا یه روی مرداب یه گل هست دیگه. ما میریم گل بچینیم و رفتی تو مرداب تا برسی به گل تا اینجا تو مردابی. توجه دارید؟ تصویری که مهمان برنامه شبکه 3 ایران از اینستاگرام میدهد تصویری است تاریک. مشخص است مجامع محافظه‌کار در ایران از اینستاگرام خوششان نمیآید. اینستاگرامی که برای قشر جوان جامعه امروز پنجره است رو به دنیای آزاد، فارغ از سانسور و محدودیت. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفته می‌خواستند اینستاگرام را فیلترینگ هوشمند کنند که این مسئله عملاً منتفی شده. برای همین حالا فیلترینگ کل اینستاگرام مد نظر قوه قضاییه است. برای فیلترینگ هوشمند این شبکه هزینه کلانی انجام دادن، اما متاسفانه موفقیت آمیز نبود، زیرا اینستاگرام دیتابیس و بستر مبادلات خود را رمزگذاری کرده و فیلترینگ هوشمند عملا منتفی شد. دستور قضایی فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام به قوت خود باقی است. حالا زمزمه فیلتر شدن اینستاگرام هست با اون حرف اولتون که دیر بود برای فیلتر کردن در واقع تلگرام. فرمودید تلگرام زمانی فیلتر شد که دیگه دیر بود. اینستاگرام الان زمزمه‌شه که ولی جلو ضرر هر وقت بگیریم منفعت. خیلی از دختر خانم‌ها میگن دختر خوب چون وقتی میریم اونجا تا دیروز بهت میگه خوشگلم عزیزم خوشت میاد، از الان یه عکس میذاره 100 نفر میگن از فردا دیگه از کلمه خوشت نمیاد. این در واقع یه جور تنوع و تلوی در تو وجود میاره. دوره دوم دیگه یقینا گفتم من قطعا نامزد نمیشم. امام به من فرمودن بر تو واجب عینی و تعیینی است، هر دوتا رو گفت. قدرت اینستاگرام در ایران انقدر هست که حتی نفر اول تصمیم گیر در حاکمیت هم عضو آن است با 2-3 میلیون فالوور. برجام بزرگترین دستاورد دولت حسن روحانی از بین رفت. شاید این دولت نمیخواهد برجسته ترین پیروزیش بازنگه داشته شدن فضای مجازی را از دست بدهد. هرچند تلگرام و توییتر هنوز در ایران فیلتر است، اینستاگرام حالا شریان حیاتی ارتباطاتی مردم، برگ برنده دولت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز و در پی جدی شدن احتمال فیلترینگ اینستاگرام پرسیده گیریم که اینستاگرام فیلتر شد، قدم بعدی چیست؟ از فردا در کشور چه اتفاقی میخواد رخ بده؟ در زندگی مردم چه اتفاقی رخ میده؟ در حاکمیت کشور چه اتفاقی رخ میده؟ در کاهش جرائم چه اتفاقی رخ میده؟ در افزودن این ظرفیت به توانمندی های مثلا داخلی چه اتفاقی رخ میده؟ اینستاگرام هم انحصار تصویر را از دست مقام‌های ایرانی گرفته و هم تا حدی انحصار تبلیغ را. حالا تصمیم گیران با حربه تهدید اینستاگرام برای ارزش‌های انقلاب دنبال قیچی کردن پر و بال این اپ پرطرفدار هستند. مرسد کوهنروز، بی بی سی. مهسا علی مردانی پژوهشگر اینترنت از هامبورگ آلمان با ماست و همینطور فرشته قاضی روزنامه‌نگار از شهر آتلانتا در آمریکا. خانم قاضی با شما شروع کنیم. اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی مجازی فیلتر نشده در ایران هست. چرا حاکمیت حالا تصمیم گرفته که به سمت فیلتر کردنش پیش بره؟ ببینید قوه قضایی ایران از مدت‌ها پیش به دنبال مسدود کردن اینستاگرام بود و تا کنون بارها بحث فیلتر کردن اینستاگرام در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنت مطرح شده، اما دولت با اون مخالفت میکرد. در واقع به نوعی مخالفت دولت و حتی نماینده های مجلس در اون کمیته شاید تا حالا باعث شده که این کار رو نکنن. اخیراً هم اومدن تصویر یه نامه ای پخش شد تو شبکه‌های اجتماعی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته بود که برای سیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی بیان بسته‌های اینترنتی بدن که بدون اینترنت، یعنی بسته‌های اینترنتی بدون اینستاگرام عذرخواهی میکنن، بدون اینستاگرام عرضه بکنن. در واقع همه اینا نشون میده که همه تلاششون رو دارن در این راستا میکنن. همونطور که گفتید اینستاگرام تنها شبکه‌ای هستش که در ایران فیلتر نشده. در واقع تنها یک پلتفرم ارتباطی نیست، تنها معبر آزاد و سانسور نشده خبری موجود در ایرانه که جزی از عادات روزانه شهروندان شده. از یک بخشی به نوعی نقش قابل توجه در اقتصاد داره،
برای کسب و کارهای کوچیک و صنعت تبلیغات که اینترنتی دارن این کار رو میکنن، از این پلتفرم استفاده میکنن. از سمت دیگه بسیاری از کاربرای ایرانی اینستاگرام مثل جای دیگه تصاویری که میذارن از زنان و دختران بی‌حجاب، مهمانی‌های مختلف، نوشیدن مشروبات الکلی، رقص و سبک زندگی که دارن به نمایش میذارن کاملا متفاوت و متضاد سبک زندگی هستش که 40 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد به مردم تحمیل بکنه. در واقع اینستاگرام همونطور که آقای خرم‌آبادی معاون داستان کل ایران گفته، صوت و تصویر فراگیر رو از انحصار سازمان صدا و سیما خارج کرده و داره اون لایه‌هایی از زندگی مردم، سبکی رو به نمایش میذاره که 40 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد از بین ببره و این مشکل اصلی مقامات جمهوری اسلامی با اینستاگرامه. خانم علی مردانی، دولت این در واقع دستاوردش این بوده که تونسته تا اینجا حداقل اینستاگرام رو حفظ کنه، گرچه تلگرام رو نتونست علارغم قول‌هایی که میداد جلوی فیلتر شدنش رو بگیره. آیا فکر میکنید ممکنه که اینستاگرام رو هم به همون طریقی که تلگرام رو فیلتر کردن فیلتر بکنن؟ این داستان تلگرام خیلی مهمه و تلگرام و اینستاگرام تنها شبکه‌های اجتماعی بودن که در چند سال اخیر فیلتر نشدن، ولی برای مدت موقت در سال گذشته در اوج تظاهرات هر دو قابل دسترس نبودن. ولی کنترل تلگرام یک موضوع حساس‌تر بود برای نظام و استراتژی متفاوت هم داشت. دلیلش که میگم حساس‌تر بود به خاطر توانایی تلگرام برای اشتراک گذاشتن انواع مختلف محتوا هستش، و خصوص تلگرام امکان سازماندهی بیشتری داره مثل گروه و کانال‌های مختلف در مقایسه با اینستاگرام که تمرکزش روی محتوای تصویری هست. تفاوت استراتژی فیلترینگ تلگرام با اینستاگرام این هست که قبل از فیلتر تلگرام هم دولت روحانی و هم نظام تلاش برای بومی سازی و مشابه سازی تلگرام کردند. برای مثال آقای خامنه‌ای در هفته‌های قبل از فیلتر تلگرام اعلام کرد که کانالش رو در تلگرام می‌بنده و فقط از پیام‌رسان‌های داخلی مثل سروش استفاده می‌کنه. ما اپلیکیشن مشابه برای اینستاگرام در حال حاضر ندیدیم. نرم افزارهای داخلی مثل لنزور که تلاش قدیمی برای مشابه سازی اینستاگرام بود، دیگه وجود ندارن. استراتژی اصلی دولت روحانی برای کنترل اینستاگرام فیلترینگ هوشمند بود که به نتیجه نرسید و الان صحبت سر ارائه دو پکیج اینترنتی متفاوته که کاربران میتونن انتخاب کنن برای دسترسی به اینستاگرام یا خیر. و در مورد تلگرام همونطور که خودتون گفتین عملا یک آلترنتیو هایی وجود داشت، جایگزین هایی وجود داشت، در مورد اینستاگرام اون وجود نداره. اما فکر میکنید که باز هم میشه در واقع مردم از طریق با استفاده از VPN ها و فیلتر شکن ها همچنان حتی اگر فیلتر بشه دسترسی خواهند داشت به اینستاگرام؟ بله، برای تلگرام که ما دیدیم استفاده از VPN و استراتژی های مختلف برای دور زدن فیلتر زیاد شدن و دانلوداش اصلا تو اپستور های مختلف از کافه بازار تا گوگل پلی استور اصلا رفت بالا برای ایران. اینم امکان هستش که برای اینستاگرام هم اینطوری پیش بیاد، ولی سختی میشه برای مردم دیگه که بس دور زدن رو پیدا کنن، یه دونه VPN از کار می افته بس برن دنبال یه چیزی دیگه. اون آدمایی که زیاد دنبالش نیستن حتما اصلا کمتر میشه استفادهشون. خانم قاضی، آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم امروز صحبت کرد، در صحبتاش به نوعی یک نگرانی دیده میشه، او به نوعی عصبانی هست از اینکه دوباره پای حکم قضایی برای فیلترینگ یک شبکه اجتماعی مطرح میشه. چه چیزی میشه خوند از صحبتهای آقای آذری جهرمی؟ موضوع هست. یکی این که همونطور که تو گزارش شما بود، برجام به عنوان دستاورد دولت آقای روحانی میبینیم که به نوعی از بین رفته، حالا با خروج آمریکا و اتفاقاتی که افتاده. دستاورد دیگرش و شعاری که آقای روحانی بارها داده بود بحث دسترسی به
شبکه‌های اجتماعی بود و بارها گفته بود که فیلتر نخواهند که شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها رو. حتی آقای روحانی گفته بود که وزیر ارتباطات دولت او یعنی آقای آذری جهرومی دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. اما دیدیم که سر تلگرام به هر حال دولت مجبور شد کوتاه بیاد، این اتفاق افتاد. الان سر اینستاگرام خب دولت به نوعی دستاورد دیگه‌اش رو داره از دست میده، یعنی عملا اگر اینستاگرام هم فیلتر بشه با موج نارضایتی‌های بیشتری مواجه خواهد شد از سوی کسانی که با توجه به وعده‌های آقای روحانی سر این مسائل بهش رأی دادن. ولی در کل مسئله اینه که حکومت ایران اینترنت رو، شبکه‌های اجتماعی رو یه نوع بلایی میدونه که به جان نظام افتاده و سالهای سال داره تلاش میکنه به انهای مختلف جلوگیری بکنه، ببنده این پلتفرم ها رو. اما از اون بحث ویدیوهای خونگی گرفته تا ماهواره و همه اینها نشون داده که در عمل موفق نمیشن. در واقع آقای آذری جهرومی هم میدونه که این نه تنها موفقیت آمیز نخواهد بود، این فیلترینگ، و مردم سراغ این شبکه ها با فیلتر شکن یا هر چیز دیگه ای خواهند رفت و تنها دستاوردش این هستش که دولت این وسط داره هزینه‌شو میده، یعنی دولت نمیتونه جلوگیری بکنه یا سر وعده خودش بیسته. اگه یادمون باشه ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، یه مهرماه یه نظرسنجی منتشر کرد که اون نشون داد که میزان کاربران پیام‌های داخلی با همه تبلیغاتی که شده بود که مردم برن به پیام رسان‌های داخلی از تلگرام و این شبکه‌ها بیان بیرون، به شدت کاهش پیدا کرده با وجود فیلترینگ تلگرام. و حتی اخیراً هم گفته شد یه سری مسئولینی که از این شبکه‌ها رفته بودن اونجا برگشتن به تلگرام. در واقع هیچ دستاوردی برای جمهوری اسلامی نداره غیر از اینکه صدمه رو، هزینه رو دولت میخوره و دولت هزینه‌ش رو میده. و آقای جهرومی هم عصبانیت شاید از این باشه که هزینه چیزی رو میدن که باش مخالفه. و در چند روز گذشته از تیبون‌های حاکمیت بسیار صحبتی میشنویم در مورد فتنه‌ای که در سال آینده قرار است اتفاق بیفته، فتنه 98، که عملا توضیحی در موردش داده نشده که این فتنه چه هست یا جزئیاتی از اون نمیدونیم. چقدر فکر میکنید در واقع زمینه سازی داره میشه برای چیزی شبیه آن چه که گفته میشه فتنه 98، با که عملا فیلترینگ اینستاگرام هم بخشی از اون باشه؟ ببینید، ما سال 98 انتخابات مجلس رو داریم که انتخابات بسیار مهمیه، به این دلیل که بخش اصولگرا و گروه‌های تندرو از حالا شروع کردن به زمینه سازی و فهم کنن اگر مجلس رو بتونن، کرسی ها رو، اکثریت رو بگیرن، انتخابات بعدی ریاست جمهوری هم میتونن موفق باشن، زمینه ساز اون خواهد شد. این بحث فتنه 98 و این چیزها رو من بیشتر در راستای همون بحث انتخابات میبینم. و اینکه درسته اینستاگرام با تلگرام متفاوته به خاطر نوع کار کرده اینها، ولی اینستاگرام هم الان فقط بحث عکس و تصویر و ویدیو نیست. خیلی وقتا متنهایی که با عکس‌ها و ویدیوها شیر میشه، همرسانی میشه، در اختیار مخاطب قرار میده به نوعی فضاسازی میکنه و کاربر ایرانی یاد گرفته که از این شبکه اجتماعی هم بتونه تریبون بسازه، حرف خودش رو بزنه. شاید انتخابات تاثیرگذاره و اینا میخوان قبل از انتخابات به نوعی با مسدود کردن این شبکه ها به هدف خودشون برسن، یعنی همون تک مخاطبی، همون صدا سیما، همون چیزی که همیشه عادت کردن فقط حرف بزنن و مردم فقط باید شنونده باشن، ولی الان هم دارن میبینن هم دارن میشنون. ممنونم از هر دوی شما عزیزان. بیشتر در مورد این مسئله قطعا در آینده صحبت خواهیم کرد. فرشته قاضی، روزنامه‌نگار از شهر آتلانتا، و مهسا علیمردانی، پژوهشگر اینترنت. نیروسین موسوی در واکنش به انتشار کلیپی از سخنان آیت الله خامنه ای مربوط به روزهای پس از انتخابات 88 پیشنهاد کرده که نوار مذاکراتش با رهبر جمهوری اسلامی هم به صورت کامل و بدون سانسور منتشر شود. دفتر رهبر ایران پیشتر بخشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای در روز 30 تیر ماه 88 را منتشر کرده بود که در آن آقای خامنه‌ای با انتقاد از مواضع میرحسین موسوی می‌گوید که او سند و دلیلی نداشته که در انتخابات تقلب شده، اما مردم را به نافرمانی و شورش دعوت کرده.
در جریان مذاکرات و گفتگوهای متعددی که با ایشون شده قرار دارم. خود منم خیلی سعی کردم با سوابقی که با آقای موسوی دارم، چون بین ما و آقای موسوی یک ارتباط عاطفی وجود داره علی‌رغم اختلاف فکری، یک ارتباط عاطفی و یک وحدت سلیقه در بعضی از مسائل خاص. من از این فرصت استفاده کردم، همون روز شنبه عصر که ایشون ظهرش اطلاعیه داده بود فرستادم یه نفر پیش ایشون روزش عصرش هم بودم، حالا یه تنبهی بهشون میدید، ایشون خب فوراً عقب میدید، رفیشون برگشت، حرفایی که زد من رو خیلی متعجب کرد، خیلی متعجب. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی از پاریس با ماست. آقای امیر ارجمند، آقای موسوی خواستار انتشار نوار گفتگوهاش با آقای خامنه ای شده. شما اطلاع دارید که اون مذاکرات کی انجام شده و راجع به چه موضوعاتی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه روز یک شنبه بعد از انتخابات انجام شده و جای خیلی تعجب استش که رهبری در هنگامی که دارد گزارش میداد از جلسه‌ای که بین فرستاده ایشون و آقای موسوی رخ داده، هیچ اشاره به این جلسه که بعد از اون انجام شده و در هنگام سی‌تیر گذشته بوده انجام نمیده، یعنی اصلا به این جلسه ایش اشاره ای نمی کنه. خب این هم یک نمونه از رفتارهای غیر منصفانه است که صورت میگیره، به جهت اینی که ایشون و بخش مهمی از نهادهایی که تحت امر ایشون هستن بعضی چیزها رو به صورت تختی شده و گزینشی منتشر میکنن، یک هزینه های بسیار هنگفتی رو هم در سازمان های هنری و تبلیغاتی و غیره به کار میبرن برای اینکه قلب واقعیت بکنن و هیچ گونه حق دفاعی رو هم به محصورین، به آقای موسوی، خانم رهنورد و آقای کروبی نمیدن. تقاضا آقای مهندس موسوی شفافیت امور است تا مردم قضاوت بکنن. در اون جلسه هم به هر حال جلسه تلخی بوده و جلسه سازنده ای نبوده، به جهت اینکه رهبری نیامده بود تا با کمک آقای مهندس موسوی راه حلی برای بحران پیدا بکنه، بلکه ایشون آمده بودن تا آقای موسوی رو قانع بکنن، تا تمکین بکنن و در واقع میخواستن راه حلی رو دیکته بکنند. آقای مهندس موسوی در اون جلسه ادله خودش و دلایلش رو بیان میکنه و میگوید من نمیدونستم که شما روی فرد خاصی نظر دارید و حالا که اینطور شده بیاییم و یکی از چند شهر کوچک رو مثل خامنه که در واقع تطبیق شناسنامه ها و آرا و در واقع شفاف سازی عمل انتخابات درش آسونه انتخاب بکنیم، یا هر شهر دیگه‌ای که می‌خواید تبریز و به هر حال چند شهر انتخاب بشه و به صورت دقیق و سریع مسائل بررسی بشه، اگر دیدیم که تخلف شده و تقلب شده در اون صورت تجدید انتخابات بشه و اگر هم مسئله من هستم من در انتخابات دیگر شرکت نمی کنم. و میگویند که برها نهاد انتخابات در کشور بسیار نوپا هست و ما باید از اون حراست بکنیم و نباید بذاریم که مردم نسبت به اون به اعتماد بشن. پاسخ آقای خامنه این بوده که من راه حلی غیر از شورای نگهبان ندارم، هر مدکی داریم بعد شورای نگهبان ارائه بکنید و خط قرمز من ابطال انتخابات است، که آقای مهندس موسوی هم میگویند خط قرمز من حق مردم هست. در فیلمی که سایت رهبری منتشر کرده آیت الله خامنه ای ابراز تعجب میکنه از واکنش آقای موسوی به اتمام حجت آقای خامنه ای. علت این که پاسخ آقای موسوی چه بوده و چرا در به نوعی عقب نشینی نکرده در مقابل این اتمام حجت؟ ببینید اصل مسئله این استش که چرا باید آقای خامنه اتمام حجت بفرمایند، یعنی اینکه یک نفر رو بفرستن بگن آقا شما باید که تبریک بگید به احمدی نژاد و انتخابات پایان پذیرفته و باید که افراد رو ازشون درخواست کنید که به خونه هاشون بر بگردن و انتخابات پایان یافته. خب این در واقع آقای خامنه‌ای اتفاقا در همون گزارشی رو که به پخش شده و در اون فیلم میگم میخواستم اینو تنبه بدم و ایشون سریع عقب بکشه. خب برای چه آقای مهندس موسوی که چهره های اصلی انقلاب بوده و ایشون فردی نیستش
که بدون دلیل از حقوق مردم بخواهد عقب نشینی بکنن. آقای مهندس موسوی پاسخش بوده که در اینجا حقوق مردم ضایع شده و من نمیتونم از حق مردم بگذرم و باید بر پای مردم بیستم. و در واقع خب این یک نوع روش دیکتاتور مآبانه است که میخواسته اعمال بشه و آقای موسوی در مقابلش ایستادگی کرده و به نظرم میرسه که خود روش اعمال شده دارای اشکال اساسی و عمده بوده. آقای امیرجمند، علت این که این پرونده با وجود که الان به هر حال نه سالگرد انتخابات نه سالگرد حذف، علت این که دوباره منتسبان آیت الله خامنه ای باز میکنن پرونده انتخابات 88 رو با وجود که بارها و بارها به کرات گفتند که چشم فتنه کور شده، چیه؟ دنبال چی ان؟ چرا دوباره میرن سراغ یه همچین موضوعی که هنوز بسیار جنجال برانگیزه برای عده‌ای؟ عرض کردم که اینا هزینه بسیار زیادی را صرف کردن، میلیاردها ها صرف شبکه های هنری و تبلیغاتی و غیره کردن برای اینکه تقلب در تقلب کنن. اون سندی رو که منتشر کردن نوعی تقلب در تقلبه و خب نتونستن افکار عمومی رو قانع بکنن و به همین جهت هستش که هر روز یک روایت جدیدی رو عنوان میکنن و این نشون دهنده این هستش که علارغم محدودیت آقای موسوی، آقای کروبه خان رهنورد، از امکانات اینها نتوانستن به صورت مخملی ذهن مردم رو شستشو بدن و از آن مهمتر واقعیت هایی که امروز وجود داره نشوندهنده حقانیت رهبران جنبش سبز. ببینید یک مسئله کاملا مشخصه. به نظرم میرسه اگر یک نگاهی بشه به همین صحبت های رهبری و همچنین آنچه را که با آقای مهندس موسوی در جلسه روز یکشنبه گفته بودن و اگر نگاه بکنیم به صحبت های آقای سردار جعفری و همچنین آقای سعیدی در هنگامی که در قرارگاه سارالله صحبت میکردن، کاملا مشخص است که از قبل تصمیم گرفته شده بوده که کسی غیر از آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور نشه و خب این یک مسئله روشن مسئولیت این امر به گردن رهبر و مجموعه زیر نظر ایشون هستش و امروز از زیر بار این مسئولیت نمیتوانند شانه خالی کنند. اگر که راست میگویند اجازه بدن که تمام اسناد و مدارک منتشر بشه، اونهایی که نتونستن تا حالا صحبت بکنن صحبت بکنن. ببینید خیلی از افراد از دوستان ما بابت ماجرای 88 زندانهای طویل مدت رو تحمل کردن، چه زمانی به اونها اجازه دفاع داده شده؟ یک مورد آقای ممرضای خاتمی آمدن یک صحبتی رو انجام دادن، گفتن 8 میلیون رای اضافه شده، فوری 1001 داستان شروع شد و تهدید بر علیه ایشون که محاکمت میکنیم غیره و در صورتی که اون طرف هر چیزی رو که میخواد بدون هیچ گونه محدودیتی گفته میشه. شما نگاه بکنید ببین آقای آقامیری ایکس ایده، آقا محمدی ایکس ایده، چه چیزهایی رو، چه داستان ها و سناریوی هایی رو مطرح میکنن که از بسیار از اون اصلا هیچ واقعیت نداره، ولی خوبش کسی بهشون نمیگوید که این کارا رو نکنید یا اینا جرم این رفتارها. آقای امیرجمن خیلی کوتاه، چقدر احتمال میدید که آیت الله خامنه ای برای اثبات این مدعاش نوار گفتگوهاش با آقای موسوی رو منتشر کنه؟ والا من خیلی امیدوارم که ایشون کار انجام بدن. ایشون اگر دنبال حقیقت هستن، اگر دنبال واقعیت هستن، اگر میخواهن که مردم داور این ماجرا باشن، همه چیز رو به صورت شفاف نشون بدن. ما غیر از این هیچ چی رو نمیخوایم. ما نمیخوایم که مسئولیت ما محدود بشه یا از مجازات معاف بشیم. میخوایم که مسئولیت ها مشخص بشه و مردم از میزان مسئولیت هر کدوم از ما اطلاع داشته باشن. متشکرم از شما. اردشیر امیرجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع دو تن از فعالان محیط زیست زندانی در ایران، گفته که روز گذشته کیفرخواست 3 نفر از متهمان پرونده صادر و به آنها ابلاغ شده. به گفته آقای آقاسی، روز سه‌شنبه سام رجبی و طاهر قدیریان برای دریافت کیفرخواست در دادگاه انقلاب حاضر شدند، اما از آنها خواسته شده که وکیل دیگری به دادگاه معرفی کنند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران با ماست. آقای آقاسی، قبل از این که راجع به اون چه که گفته شده که وکالت رو شما بر عهده نداشته باشید ازتون بپرسم، میتونم بپرسم اتهاماتی که در کیفرخواست مطرح شده علیه این فعالان محیط زیست چیست؟ ببینید درباره 4 نفر از 8 نفر متهمین
همونطوری که قبلا اطلاع رسانی شده و آقای دادستان محترم تهران هم عنوان کردن، افساد فعل ارز به اینها نسبت داده شده و البته این اتهام هست و در دادگاه باید به اثبات برسه و 4 نفر دیگه اتهامات متعدد دیگه دارن و البته در مورد آقای سام رجبی که من در بازپرسی حاضر شدم و اجازه دادن که وکالت ایشون رو در شعبه بازپرسی هم داشته باشم و حتی آخرین دفاع رو هم با حضور من از ایشون گرفتن و من هم عرایزم رو تقدیم بازپرس کردم، مشارکت در جاسوسی و جاسوسی که از اتهامات ایشون بود براشون منع پیگرد صادر شد و 2 اتهام دیگر هستش که در واقع اجتماع تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و ارتباط با دولت متخاصم اتهامشون هست. شما گفتین که در واقع از شما خواسته شده که وکالت این افراد رو رها بکنیم و شخص دیگری باید وکیل اونها بشه، میشه در مورد این توضیح بدین چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، از زمانی که پرونده به دادگاه ارجاع شد، من اولا وکالت آقای سام رو که داشتم از دادسرا همونطور که عرض کردم و دادگاه باید منو دعوت بکنه برای دفاع از موکلم و وکالت از آقای طاهر قدیریان رو هم دارم امضا شده ولی تمرم ابطال کردم با لایحه و به ایشون ارائه کردم چندین بار. ریاست محترم دادگاه از پذیرش وکالت من به عذر اینکه من هنوز خودم پرونده رو نگاه نکردم خودداری می‌کردن تا اینکه روز به احتمال زیاد شنبه بود یا یک شنبه آقای طاهر قدیریان و چند تن از متهمین دیگه احضار میشن به روال معمول که کیفرخواست بهشون ابلاغ بشه. بعد از اینکه کیفرخواست ابلاغ میشه از اونها خواسته میشه که وکیل خودشون رو معرفی بکنن. آقای طاهر قدیریان حسب اظهار خانوادهشون اعلام میکنه که من وکیلم محمد حسین آقاسی هستش، بهش وکالت دادم و مایلم که ایشون وکالت رو بکنه. آقای رئیس دادگاه ظاهرا میفهمن که نه، شما باید وکیل دیگری معرفی کنید، مصلحت نیست که ایشون وکالت شما را بر عهده داشته باشه. و من واقعا تصور نمیکردم که در این مورد جدی صحبت میشه. دیروز در واقع آقای سام رجبی، خانم سپیده کاشانی و آقای کویار به این منظور دعوت شده بودن به دادگاه. من توی راه رو بودم، البته نرفتم دادگاه چون منتظر بودم که پرونده دیگری رو مطالعه بکنم. رفتن دادگاه و برگشتن. خانواده اینها، خانواده آقای سام رجبی به من اطلاع دادن که ظاهرا در ملاقاتی که داشتن مطلع شدن که آقای رئیس دادگاه همین برنامه که با آقای طاهر قدیریان داشته با آقای سام رجبی هم داشته، به ایشون اعلام کرده که وکیل معرفی کن و ایشون گفته که من وکیل دارم، وکیلم هم آقای آسی هستش. آقای رئیس دادگاه میفرمان که نه، به مصلحت نیست که ایشون وکالت شما رو به عهده بگیره، بهتره که وکیل دیگری رو معرفی بکنید. شما اما پرونده های امنیتی دیگری با همین قاضی داشتید، درسته؟ در طول حدود 10 سال گذشته پرونده های بسیار زیادی داشتم. همین الان پرونده ای رو در حال مطالعه دارم که اتهاماتی که توش هست بیشتر از اتهاماتی هستش که به آقای سام رجبی وارد شده و همون سه‌شنبه من داشتم این پرونده رو مطالعه می‌کردم که سام رو دیدم و پرونده های متعدد دیگری که در طول 6 ماه گذشته داشتم در همین شعبه و هیچ مشکلی با من نداشتن. من همیشه احترام گذاشتم به رئیس دادگاه، ایشون هم با من نهایت رأفت رو داشتن و هیچ برخوردی ما نداشتیم. تعجب می‌کنم که در این پرونده ایشون اصرار دارن که به خود منم می‌فرمودن که آقاسی به مصلحت نیست که تو وارد این پرونده بشی، بگذار کسانی دیگری وکالت بکنن. میدونم که پرونده در جریانه و شما نمیتونین جزئیاتش رو با ما در میون بگذارید، اما اگر خیلی کوتاه بتونین به ما بگین که چه اشکالاتی در پیش برد این پرونده و اینکه اعلام جرم بسیار دیر انجام شده، مدت بسیار طولانی طول کشیده تا اینکه به صورت رسمی جرم این افراد مشخص بشه و کیفرخواست صادر بشه، چه چیزهایی میبینید در پرونده فعالان محیط زیست؟ ببینید، حدود 10 ماه طول کشید تا تحقیقات بازپرس صورت بگیره و تمام بشه و 1-2 ماه هم طول کشید تا قرار جلب به دادرسی که آقای بازپرس صادر میکنه نزد دادستان بره و پرونده بسیار قطور هست، مجلدات بسیار هست تا این مخالفت آقای دادستان با در واقع اتهام قبلی 4 نفر از اینها که تبدیل شد به افساد فعل ارز دوباره
تغییر پیدا بکنه و بعد از اینکه پرونده فرستادن دادگاه، باز چون دادگاه شعبه 15 بسیار پرکار هست و کار زیادی بهشون ارجاع شده، فرصت نبود در طول این مدت که پرونده رو مطالعه کنن، تا اخیراً مثل که مطالعه کردن و در واقع دعوت کردن برای ابلاغ کیفرخواست. ممنونم از شما. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران. 60 سال پیش قبل از اینکه جنگ داخلی در افغانستان خیلی از داشته‌های مادی و معنوی این کشور را نابود کنه، گروهی زبانشناس به افغانستان سفر کردند تا اطلسی از زبان‌های رایج در این کشور تهیه کنند. اطلس زبان‌ها آماده شد، اما در این سال‌ها خبری از اون نبود. بایگانی پرباری شامل عکس، نقاشی، نقشه، یادداشت و نامه در تمام این سال‌ها در کتابخانه‌ای در سوئیس نگهداری می‌شد. خبرنگار ما کاوون خاموش به این بایگانی دسترسی ویژه یافته و میگه که اطلاعات اون روایتگر داستان افغانستانی دیگه است. سفر به افغانستان 60 سال پیش، درون صندوق‌های دست نخورده در کنج کتابخانه در سوئیس. بعد از سالها در جبه های باز می شود که متعلق به روزهای قبل از جنگ های داخلی افغانستان است. نتیجه سالها پژوهش و بررسی زبانشناسان اهل سوئیس، فرانسه و نروژ که در سالهای 1960 و 1970 به سراسر افغانستان سفر کردند تا اطلسی بسازند از زبانهای رایج در این جغرافیا. این گنجینه است که حالا برای مطالعه، دیجیتال شدن و چاپ در اختیار 3 دانشجو و زبانشناس قرار گرفته تا داده‌ها را ورق بزنند و در نتیجه در اختیار عموم قرار دهند. فلورانس شهابی دانشجوی افغان کانادایی جزء این گروه است. نسلی که در تهیه این اطلس سهم داشتن کم کم پیر میشن. برای همین حالا وقتشه که به داستان‌هاشون گوش بدیم و نگاهی به این اطلاعات ارزشمند بندازیم که برای دانشجویان جوان خیلی اهمیت داره. این به افغان‌ها کمک می‌کنه از بخشی از فرهنگشون که شاید آگاه نیستن با خبر بشن. حتی برای کسی مثل من که در بیرون بزرگ شدم، اگر این اطلاعات رو نمی‌دیدم شاید هیچ وقت ازش با خبر نمی‌شدم. یادداشت‌ها پر از جزئیات مهم و نامه‌های مرتبط در این گوشه دانشگاه برن مرتب و به دقت حفظ و مراقبت شده. تعهد ما به بنیاد ملی ساینس این بود که مواد رو حفظ کنیم، چون امیدوار بودیم این مواد روزی در دسترس کسانی قرار بگیره که در مورد افغانستان بیشتر میدونن. امروز وضعیت افغانستان بسیار تغییر کرده. این اطلاعاتی تاریخی است در مورد افغانستانی که جنگ نداشت. مهمتر این که در اون زمان اطلاعاتی جمع‌آوری شد که دیگه وجود نداره. دفترچه ها پر است از واژه های محلی و گویش ها و لهجه های گوناگون بومی. این واژه ها از بیش از 250 محل در گوشه و کنار افغانستان جمع‌آوری شده. مثل این نامه انستیتوی زبان‌های افغانستان در سال 1962 به احسان یاشاتر، بنیانگذار مرکز مطالعات ایرانشناسی. موادی که از صندوق‌ها بیرون شده حاوی انبوهی از اطلاعات دست نخورده در مورد زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های افغانستان است و تنها در قالب متن هم نیست. مقدار زیاد مواد خام هم با خود دارد که مثل این نوارهای صوتی و تعداد زیادی عکس که نه تنها به درد زبانشناسا میخوره که میتونه حتی بخشی از تاریخ ناگفته افغانستان بازگو کنه. اکثر نوارهای صوتی حکایتگر قصه های مردم عادی افغانستان است، مثل این قطعه آهنگ سال 1965 روستایی در افغانستان. یا این صدا که ظاهراً پخش زنده رادیوی دولتی از رژه نظامی حکومت شاهی افغانستان در سال 1967 است، به زبان فارسی و پشتو و تعریف و تمجید از قدرت نظامی افغانستان. مردم شاهدوز و وطن پرست و آزادی خواه افغانستان، از مشاهده این همه عظمت و جلال عسکریت حظ میبرند و یا عکس های دیده نشده مثل این بت های عظیم بودا که نابود شد، رودخانه کابل، منار جام در غور و بلندی هایی که رفتن به آن امروز کار ساده نیست. اطلس زبان های افغانستان به دست این گروه و به کمک تعداد دانشجوی افغان
زیر نظر جورج غداخ زبانشناس سوئیسی تکمیل شد ولی هرگز چاپ نشد. من به شهر بازل سوئیس می روم تا یکی از همراهان آنها را در دهه 60 ببینم. لی 90 ساله می شود اما خاطرات افغانستان را مو به مو بیاد دارد. لی و همسرش به دلیل علاقه زیاد به زبان فارسی اسم فرزندشان را هم فریدون گذاشتند. حیرت آوره که بعد از این همه سال کسی میخواد روی اطلس زبانهای افغانستان کار اونا رو چاپ کنه، چون من 6 ماه دیگه 90 ساله میشم. وقتی افغانستان بودیم ظاهرشاه به ما گفت کار فوق‌العاده‌ای میکنید. به ما گفت لطفاً عکس و نقاشی زیاد تهیه کنید چون این وضعیت ماندگار نخواهد بود. کار کردن به عنوان یک زن برای شما در دهه 60 در افغانستان چه سختی‌هایی داشت؟ آیا آسان بود؟ من هیچ وقت با مردم مشکل نداشتم. میدونی چرا؟ چون حس میکردن دوستشون دارم و عاشق کشورشون هستم. برنامه در ابتدا این بود که اطلسی از زبانهای ایران ساخته شود. اما به دلایل موفق نشد و زبانشناسان سراغ افغانستان رفتند. در افغانستان با نزدیک به 30 زبان و 10 نوگویش، اما توجه به زبان و لحجه ها در سایه جنگ و ناامنی ها هر روز کمتر شده. زبان هر چند بهانه برای کشمکش های سیاسی بوده اما برای تقویت و غنامندی آن کار چندانی صورت نگرفته. از 30 زبان تنها 2 زبان فارسی و پشتو در افغانستان مورد توجه بوده و اکثر زبان های دیگر رسم و خط منظمی ندارند. برخی در آستانه فراموشی و تعدادی در خطر نابودی. تهیه کنندگان اطلس زبانهای افغانستان در دهه 60 میلادی بنیاد زبانشناسی و گویش‌شناسی افغانستان را گذاشتند که افغانستان میتواند به کمک آن حداقل جان زبانها و گویش‌های فراموش شده را نجات دهد. کاوان خاموش، بی بی سی. اما دانشگاه تهران درباره خبر ممانعت از ورود محمد رضا شفیع کدکنی استاد ادبیات توضیحی داده و گفته که به دلیل تجمعات و نارامی ها مقابل دانشگاه ازدحام بوده و استاد شفیع کدکنی خودشون احساس کردن که امکان ورود به دانشگاه نیست و از ورود به دانشگاه صرف نظر کردن. پیشتر اما در خبری که ما خوندیم خبرگزاری‌های داخلی گفته بودند که به دلیل اینکه آقای شفیع کدکنی کارت پرسنلی همراهشون نبوده، اجازه ورود حراست دانشگاه به ایشون نداده و به همین دلیل در واقع کلاس ایشون تشکیل نشده و در واقع دانشجو هم ترک کردن دانشگاه رو. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با ما بودید. من از شما خدافظی می‌کنم. شب بخیر.